سلام، با حرفای دانشجویی در خدمت شما هستیم تا باز هم از دانشجو بگیم و از دانشگاه. راستی از دانشگاه شما چه خبر؟ وقتی که دانشجوها با هم تصمیمی بگیرن، اون وقت رژیم باید حساب کار خودش رو بکنه. یکی از اعتراضاتی که طی این هفته حسابی سر و صدا به پا کرده، کار بچه‌های دانشگاه بجنور بود. اول اجازه بدین از زبون خود دانشجوها بشنویم که مشکل کجا بود و این اعتراض‌ها به خاطر چی بود. از مطالبه بر حق دانشجویان دانشگاه بجنور مبنی بر تسهیل مشکلات ایام و ذهاب می‌گذرد. تاکنون متاسفانه نه تنها هیچ اقدامی از سوی مسئولان دانشگاه در پاسخ به این مطالبه صورت نگرفته، بلکه همواره شاهد بی‌توجهی و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق دانشجویان از سوی مسئولین هستیم. پس از مدت‌ها سکوت و دندان روی جگر گذاشتن، صبر ما به سر آمده و اعتراض خود را نسبت به بی‌کفایتی مسئولان با تجمع نشان دادیم. بنابراین خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به خواسته‌های زیر هستیم: کاهش هزینه سرویس‌ها، افزایش تعداد سرویس‌ها. این تجمع از ساعت 9 صبح شروع شد و تا 8:30 شب ادامه داشت. دانشجوها مسیر دانشگاه رو بستن و گفتن همونجا میشینن تا جواب بگیرن. اینطوری شد که معاون سیاسی فرماندار مجبور شد وارد شه و به دانشجوها قول داد که تا 10 روز به همه خواسته‌هاشون رسیدگی میشه. دست مریضان و دم همگی گرم. اعتراض دیگه که این هفته حسابی حکومت رو به وحشت انداخت، تجمع کارگران و مالباخته ها جلوی مجلس بود. شاید بگیم که چه ارتباطی داره به دانشگاه. دانشجو به عنوان قشر آگاه جامعه در برابر دردهای اجتماعی مسئوله. به همین دلیل هم عده‌ای از دانشجوهای باغیرت تو این تجمع شرکت داشتن و وقتی مزدورها اونا رو دستگیر کردن، شعارهای مردم وادارشون کرد که عقب بکشن و اونا رو آزاد کنن. وقتی سود کارگزارای رژیم حرف اول رو بزنه، یه وضعیتی پیش میاد مثل این. دانشجوها و اساتید دانشگاه آزاد کازرون وقتی با این صحنه روبرو شدن، اعتراض کردن و سر کلاس نرفتن. رئیس دانشگاه که دید آبروش در خطره، به مصداق من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، اومد و چنین مصاحبه‌ای کرد. متاسفانه یه بی‌تدبیری انجام شد توسط مسئول این کار که خوشبختانه حالا به موقع هم جلوش گرفته شد، چون اگر که زودتر این اتفاق نیفتاد شاید تعداد بیشتری درخت متاسفانه ما از دست می‌دادیم. بله. و قابل ذکر که این بنده خودم الان از کار معلق شده و تا تشکیل کمیته انضباطی و مشخص شدن مسببین این قضیه، این چون از کار معلق هستن. ما حالا بعدم واسه خالی نبودن عریضه اومدن تو دانشگاه نهال کاشتن. این شکلی. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، یه پیام داره. وقتی بیستیم و حقمون رو فریاد کنیم، اونی که مجبور عقب بشینه دیکتاتوره. میگن یه روز یه معلم ریاضی سر کلاس مسئله مطرح کرد که بچه ها حل کنن. گفت میوه فروشی 150 تا پرتقال رو دونه 2 ریال خرید و دونه 3 ریال فروخت و 150 ریال سود برد. معلوم کنید. بعد یه دفعه فهمید خودش جواب سوال رو گفته. برای اینکه ضایع نشه گفت پیدا کنید پرتقال فروش را. حالا شده حکایت مسئله‌ای که دانشگاه تو دنیای واقعی برای دانشجوها پیش میاره. با این تفاوت که تو این مسئله‌ها جوابی برای سوال وجود نداره. برزخ اعتبار مدرک همچنان گریبانگیر برخی دانشجویان دانشگاه آزاد. دانشگاه مجوز داریم، وزارت علوم ندارید.
بله، الان ماه هاست که موضوع بی‌اعتباری 2000 رشته محل روی میز دانشگاه آزاد و دانشجوهای مونه. گزارش هایی ما داریم که رشته محل هایی دایر شده که مجوزش رو گسترش نداره، که این طبعا خلاف هست. این از حرف وزارت علوم. حالا ببینیم دانشگاه چی میگه. جلسه مشترکی که بین معاون محترم آموزشی وزیر علوم، معاون محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکتر توفیقی این صورت جلسه تنظیم شده، قید شده ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه اعم از ورودی 1394 و پیش از آن بلامانه است. ولی مثل اینکه خبر نداره که اصلا مشکل از همین مصوبه و جلسه مشترکشه. این کمیته سه نفره داستانش برمیگرده به بیش از 25 سال پیش. در یه زمانی ایجاب میکرد این کار انجام بشه، این تصمیم گرفته شد و هیچ وقت هم عملیاتی نشد. بله، حالا پیدا کنید پرتقال فروش را. مثل اینکه ضرر کننده اصلی این وسط فقط دانشجوه که بعد از صرف کلی زمان و هزینه یه مدرک بی‌اعتبار میمونه روی دستش. از امروز تا یه حرفای دانشجوی دیگه، حرفها، دردها، خبرها، اعتراضها و اتفاقهای دانشگاهتون رو برامون بفرستید. خدا نگهدار همگی.